خب من فکر میکنم آهنگ بسیار شاد بود، آهنگ بسیار خوب بود که شنیدیم از احمد ظاهر. امیدوار هستم که بیندای هستم این آهنگ خوششان آمده باشه. بله. و ما را تا آخر برنامه همراهی بکنند. بله، میگن احمد ظاهر واقعا بسیار متاثر بود و عاشقانه هم خانم خود دوست داشت. بله. در یکی از خاطراتش قصه میکنه، یکی از دوستای بسیار نزدیک احمد ظاهر میگه که ما در استودیو 48 مصروف ثبت یک آهنگ احمد ظاهر بودیم و پیش از اینکه آهنگ ثبت بکنیم دروازه باز شد و یک آدم به احمد ظاهر گفت که یک چند دقیقه بیرون بیا که ما عملیات کار داریم. بله. احمد ظاهر بیرون رفت و این 11 یا 14 دقیقه طول کشید. بعد از احمد ظاهر داخل استودیو دوباره شد و چشمایش پر از عشق بود، گریه کرده بود و کاغذی که در دست داشت بر روی این دوستش پرتاب کرد، گفت که بخوانده ای چه نوشته است. و دوستش ایره وقتی که باز کرد که در اونجا خانمش تقاضای طلاق کرده و برای احمد ظاهر بسیاری دردآور بود. استاد نیانگلایی که در استودیو حضور داشت و این آهنگ با احمد ظاهر یک جا ثبت میکرد، بر روی خطاب کرد، گفت که این آهنگ که تمرین کردیم استاد، استاد گفت ایره ما ثبت نمیکنیم. بله. آهنگ دیگه رو پیش کرد، یک بار تمرین کرد که او آهنگش واقعا آهنگ بسیار جاودانه شد. یعنی که بدون تمرین خواند. بله. یا که تمرین کرد؟ یک بار تمرین کرد اما آهنگ میگن با او آهنگش هست، میگه که امشب به قصه دل من گوش میکنی. امی آهنگ احمد ظاهر در حالی که چشمایش پر از گریه بود به خاطر جدایی خانمش. بله. امی آهنگش نید بین خانم امی آهنگ بشنوید. امی آهنگ امشب به قصه دل من گوش میکنی. امی آهنگ باشم همکار عزیز مالی جان، از شما خواهش میکنم که امی آهنگ برای بینندگان عزیز در چی به حال نشد بکنن.